طبق آمار رسمی در بریتانیا تعداد قربانیان قاچاق انسان در سال به 10 الی 13 هزار نفر میرسد. آمار غیر رسمی از 80 هزار نفر حکایت دارد. حقیقت کجاست؟ با جنایت پنهان سر و کار داریم. این افراد در حاشیه جامعه در سایه به سر میبرند. در نتیجه نمیتوان به دقت گفت در هر لحظه چند نفر قربانی این وضعیت در بریتانیا هستند و کار پلیس در شناسایی این افراد در محله های مختلف و به دادگاه کشاندن قاچاقچیان مشکل میشود. معمولا این افراد چگونه شناسایی میشوند؟ واقعا کار سختی است، زیرا تشخیص و شناسایی کسی که قربانی قاچاق انسان شده کار دشواری است. از کجا می توان فهمید؟ ممکن است کسی درمانده و نگران و پریشان به نظر آید، اما آیا اینها نشانه این است که این فرد قاچاق شده یا دلیل دیگری در کار است؟ پس تشخیص آن ساده نیست. پلیس و مقامات هم مجبورند به گزارش های مردمی اتکا کنند و واضح است که از اطلاعات کارآگاهان خودشان نیز استفاده می کنند. صحبت از 80 هزار قربانی است، در حالی که هر سال تنها چند هزار نفر قربانی قاچاق پیدا می شوند. به این ترتیب با یک خلأ بزرگ روبرو هستیم. در بین این افراد کودکان زیر سن قانونی بی سرپرست هم هستند، پدیده‌ای که در موج اخیر مهاجرت به اروپا هم بسیار شاهدش هستیم. در ژانویه سال جاری یوروپول اعلام کرد که طی 2 سال گذشته 10 هزار کودک پناهجوی بی سرپرست وارد اروپا شدند. تعدادی از آنها با دوستان و بستگانشان در اروپا تماس گرفتند، اما برخی از آنها ممکن است در چنگ قاچاقچیان انسان اسیر شده باشند و این واقعا باعث ترس و نگرانی است. آیا می توان گفت که با موج مهاجرانی که به اروپا می آیند، این الگوی قاچاق انسان روندی افزایشی خواهد داشت؟ به نظر من تاثیر بحران پناهندگی بر قاچاق انسان هنوز ثابت نشده. موج مهاجرت به اروپا سال گذشته بود و هنوز هم مردم تلاش می کنند به اروپا بیایند و مهاجرت ادامه دارد. برای مثال در مورد بریتانیا دیدیم که بین مواردی که ما از آنها آگاه شده ایم، تعداد عراقی هایی که قربانی قاچاق انسان بودند یا گمان می رود که قربانی بودند 275% افزایش داشته و تعداد افغان‌ها 100%. ما هنوز نمی‌شود مطمئن بود که این افزایش به بحران پناهجویان مربوط می‌شود یا نه، اما این نگرانی هست که با بحران پناهجویان تعداد قربانیانی که به دام قاچاقچیان انسان می‌افتند بیشتر شود. آنها مترصد فرصتند تا با عمل غیرقانونی و غیر انسانی خود پول به جیب بزنند.